صلاف در رمضان. الله متعال ویژگی ها و فضایل زیادی را به ماه مبارک رمضان اختصاص داده است. این ماه، ماه نزول قرآن، ماه توبه و آمرزش گناهان و ماه رهایی از آتش جهنم است. در این ماه دربهای بهشت باز شده، دربهای جهنم بسته شده و شیاطین به قل و زنجیر کشیده می شوند. در این ماه شب قدر وجود دارد که از هزار ماه بهتر است. این ماه، ماه سخاوت و بخشندگی و انجام انواع نیکی ها و ماه استجابت دعا است. روز صبر تو زیاد، چون بیاری مستمندان را بیار. از این رو سلف صالح به ارزش و قیمت این ماه پی برده و با اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه بزرگوار ایشان توجه و اهتمام ویژه‌ای به این ماه داشتند و تمام تلاششان بر این بود که با انجام انواع عبادت‌ها و کارهای نیک بهترین استفاده را از این ماه پرفضیلت ببرند. مکانت رمضان در نزد سلف. سلف 6 ماه قبل از رمضان دعا می کردند که الله آنها را به رمضان برساند و 5 ماه بعد از رمضان دعا می کردند که الله رمضان را از آنها بپذیرد. ابن عبدالبر می گوید همین که الله می گوید روزه از آن من است، برای بیان برتری فضیلت روزه بر سایر عبادت ها کافی است. تابعی بزرگوار حسن بصری رحمت الله علیه در ماه رمضان از کنار عده‌ای عبور می کرد که قهقه می زدند. پس به آنها گفت الله متعال رمضان را برای بندگانش میدان مسابقه قرار داده تا در طاعت و بندگی از یکدیگر سبقت جویند. برخی سبقت جسته و برنده شدند و گروهی دیگر عقب مانده و ناکام شدند. جای بسی حیرت است که در زمان پیشی گرفتن و برنده شدن برخی مشغول بازی و قهقهه باشند. به احنف ابن قیس گفته شد تو انسان سالمندی هستی و روزه ضعیفت می کند. او در پاسخ گفت روزه را برای سفری طولانی ذخیره می کنم. صبر بر بندگی و طاعت الله آسان تر از صبر بر عذاب الهی است. مؤتمر ابن سلیمان رحمت الله علیه می گوید پدرم زمانی که رمضان فرا می رسید همه افراد خانواده را برای عبادت بیدار می کرد و می گفت برخیزید، چه بسا از امسال به بعد دیگر آن را در نیابید. سلف و محافظت از روزه. از مجاهد روایت شده که گفت 2 خصلت هستند که هر کس از آنها دوری کند روزش سالم میماند: غیبت و دروغ. امام ذهبی رحمت الله علیه در سیر الاعلام نبلا آورده یکی از تابعین به نام ابن عون که از علمای بصره بود در رمضان فقط به حضور در نماز جماعت اکتفا می کرد، سپس در خانهش می نشست تا روزش به گناه و معصیت آلوده نگردد. سلف و صدقه و بخشندگی در رمضان.
سلف صالح بر صدقه و طعام دادن به فقرا بس حریص بوده و آن را بر بسیاری از عبادات تفضیل و برتری می دادند. خواه سیر کردن فقیری بوده باشد یا طعام دادن به برادر صالح و مؤمنی، و لازم نیست که فرد سیر شده همواره فقیر و نادار باشد. یکی از سلف می گوید اگر 10 نفر از دوستان را دعوت و آنها را سیر کنم، از نظر من بهتر است از اینکه 10 بنده از فرزندان اسماعیل را از بردگی آزاد نمایم. بسیاری از سلف با اینکه روزه بودند، اما غذای افطاری خود را برای رضای الله به دیگران می دادند. از جمله عبدالله ابن عمر و داوود طائی و مالک ابن دینار و احمد ابن حنبل رحمهم الله. و در میان سلف کسانی وجود داشتند که به دیگران افطاری می دادند و به خدمت آنها می ایستادند و خود گرسنه می ماندند. امام حسن بصری و عبدالله ابن مبارک را می توان از جمله این افراد برشمرد. از ابن رجب حنبلی نقل شده که امام شافعی رحمت الله علیه می گفت دوست دارم هر شخص به رسول الله اقتدا کرده و سخاوت و بخشندگیش در رمضان بیشتر از اوقات دیگر باشد، زیرا مصالح بسیاری از مردم که در این ماه به روزه و نماز و عبادت مشغول بوده و از کار و کسب فاصله می گیرند برآورده می شود. ابن شهاب زهری زمانی که رمضان فرا می رسید می گفت این ماه ماه تلاوت قرآن و قضا دادن است. حماد ابن ابی سلیمان در هر شب ماه رمضان به 50 روزه‌دار افطاری می داد و در شب عید به تک تک آنها لباس پوشانیده و به هر یک از آنها 100 درهم پول می داد. سلف و تلاوت قرآن در ماه مبارک رمضان. از آنجایی که رمضان ماه نزول قرآن است، سلف این امت در ماه مبارک رمضان توجه ویژه‌ای به تلاوت کتاب الله و تدبر در آن داشتند. برخی از سلف در هر 3 شبانه روز کل قرآن را 1 بار در نماز تراویح ختم می کردند و برخی در 10 روز و برخی در 1 هفته آن را ختم می کردند. در برخی از روایات آمده است که تعدادی از سلف کل قرآن را در 1 شب در نماز تراویح ختم کرده اند. برخی بیشتر اوقات شبانه روز خود را به تلاوت قرآن سپری می کردند. گویند امام شافعی رحمت الله علیه در ماه رمضان 60 بار قرآن را ختم می کرد و این به غیر از تلاوتش در نمازها بود. امام مالک رحمت الله علیه با فرارسیدن رمضان مجالس علمی و تدریس حدیث را رها می کرد و به قرآن کریم مشغول می شد. امام احمد رحمت الله علیه زمانی که رمضان فرا می رسید جلسات علمی را رها کرده و در مسجد می نشست و مشغول تلاوت قرآن می شد. قتاده در طول سال هر هفته 1 بار قرآن را تلاوت می کرد و در ماه مبارک رمضان هر شبانه روز 1 بار آن را ختم می کرد و در دهه آخر رمضان هر شب 1 بار آن را ختم می کرد. امام زهری در ماه مبارک رمضان برای استماع حدیث در مجالس علما می نشست و بعد از فراغت از آن به تلاوت قرآن روی می آورد. سفیان ثوری در ماه رمضان همه کارها و مشغولیات دنیوی را رها می کرد و به تلاوت قرآن روی می آورد. امام بخاری رحمت الله علیه در هر روز در ماه مبارک رمضان 1 بار قرآن را ختم می کرد.
ابن رجب حنبلی میگوید نهی از ختم قرآن در مدت زمان کمتر از 3 روز برای اوقات عادی و همیشگی سال است و ماه رمضان از آن مستثناست. اما در اوقات دارای فضیلت چون رمضان و شبهای قدر و اماکن فاضله چون مکه و مدینه ضروری است که قرآن بیشتر از حد معمولی تلاوت شود تا از فضیلت زمان و مکان بهره هرچه بیشتر اخذ گردد و بایستی این اوقات چون غنیمت تلقی شوند. این سخن فرموده احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راهویه و غیر ایشان است و عمل بسیاری از علمای سلف بر آن بوده. سلف و تلاش مضاعف در دهه آخر رمضان. سلف صالح امت با اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم در دهه آخر رمضان تلاش و کوششی بی‌نظیر در عبادات از خود نشان می‌دادند. بسیاری از سلف صالح در شب‌های آخر رمضان غسل سنت انجام می‌دادند و خود را مزین و معطر می‌کردند و با اعتکاف در مساجد پیگیر شب قدر می‌شدند. باشد که از خیرات و برکات فراوان آن بهره‌ای ببرند. تابعی بزرگوار ابو عثمان نهدی میگوید سلف 3 دهه را گرامی می داشتند. دهه آخر رمضان، دهه اول ذی‌الحجه و دهه اول محرم.